این کشوری کوچک اما با تعداد بسیار زیادی از زندان و زندانی سیاسی و نیز زندانی آزادی بیان و عقیده است کمتر هفته ای می گذرد و رسانه های مختلف جهان به ویژه رسانه های عربی از نقض حقوق بشر و نقض حقوق زندانیان سخن به میان نمی آورند که جدیدترین آن دو گزارش منتشر شده در این باره است اول گزارش امتناع از ارائه خدمات پزشکی به دو روحانی شیعه در زندانهای آل خلیفه و دیگری گزارش یک مؤسسه حقوق بشری درباره وضعیت زندانیان در بحرین همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد منابع آگاه در بحرین گزارش دادند که اداره زندان مخوف جو در این کشور قرار ملاقات های پزشکی برای شیخ محمد حبیب المقداد و شیخ میرزا المحروس را لغو کرد. طبق اعلام مدیر مرکز حقوق و دموکراسی بحرین اداره زندان مرکزی جوروز یکشنبه شنبه دوازده مارس 2023 قرار ملاقات های پزشکی مقرر شده برای شیخ محمد حبیب المقداد و شیخ میرزا المحروس را به بهانه امتناع از محدودیت های اعمال شده برای آنها لغو کرد در همین حال احمد الودایی در توییتر خود در این باره نوشت این قول و زنجیر ناموجه بازداشت شدگان مغایر با قانون 47 قواعد ماندلا است که تصریح می کند که محدودیت ها فقط باید به عنوان یک اقدام احتیاطی در برابر فرار استفاده شود. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر از اقدام حکومت آل خلیفه در بازداشت چهار نفر در بحرین به خاطر انتشار چند توییت انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که مقام های بحرینی در اوایل مارس 2023 چهار نفر را به دلیل انتشار پست هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرده بودند دستگیر کردند که یکی از آنها پیش از برگزاری مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس در منامه خواستار اصلاح نظام پارلمانی بحرین شده بود. این سازمان حقوق بشری از رهبران و نمایندگان اتحادیه پارلمانی خواست علنا از مقامات بحرینی بخواهند که به شعار مجمع عمومی اتحادیه پایبند باشند از جمله با کنار گذاشتن همه اتهامها ها علیه این چهار نفر و سایر افرادی که در حال حاضر به دلیل استفاده از حق آزادی بیان در زندان هستند نیکو جاوارنیا پژوهشگر بحرین و یمن در دیدبان حقوق بشر در سخنانی پیرامون این موضوع گفت برگزاری نشست اتحادیه بینون مجلس در کشوری که مرتبا مردم را به دلیل ابراز عقایدشان دستگیر می کند فقط به دولت بحرین برای ادامه سرکوب آزادی بیان جرأت بیشتری می دهد. یکی از چهار نفر فرد دستگیر شده ابراهیم المنایی وکیل و فعال برجسته توییتریست است که شش مارس در توییتی اظهار کرد اگر دولت بحرین میخواهد پارلمانی در سطح جهانی داشته باشد باید وضعیت پارلمان خود را اصلاح کند فاطمه موسوی اخبار شیعه